خب خیلی خوش اومدید به جلسه چهارم. تو این جلسه هم قراره که کاربردهای فور رو یاد بگیریم و ببینیم که چه کارهایی میتونیم باش انجام بدیم و درکی از مفهوم کلی فور پیدا بکنیم. بریم سراغ مثال. ما اول یک اسم رو می‌نویسیم. برای اینکه مثلا اسممون کاملا قابل درک باشه، سعی کنید که اول اسامی رو به صورت انگلیسی بنویسید و اینکه مهم نیست که بین اسماتون از آندرلاین استفاده بکنید. هیچ اهمیتی نداره. آندرلاین جزء اسم حساب میشه و مشکلی نداره. بعد شروع میکنید یه دو تا براکت میذارید و درون دو تا براکت از اعدادی که میخواید استفاده میکنید، مثلا عدد 23 43 10 2 16 و 18 و مشکلی نداره. ما وقتی فورو مینویسیم باید یک اسمی رو بنویسیم که مختص باشه به اون حلقه‌ای که داریم ایجاد میکنیم به صورت مجازی. خب اون حلقه یک اسمی داره و اون اسمی که براش اختصاص میدید محل ذخیره اطلاعات شما هست که درون اون فور قرار میگیره. حالا من کافیه که اون لیستی که اون بالا تعریف کردم، لیست آف نامبر رو بیام دونه دونه بریزمش داخل فور. خب فور چیکار میکنه؟ فور میاد دونه دونه بررسی میکنه اون اطلاعات، مثلا عدد 23 43 10 2 16 18 رو. خب چی کار میکنیم؟ پس میاد عدد 23 رو یک بار میرزه داخل آی، بعد میاد دوباره برمیگرده عدد 43 رو بررسی میکنه، عدد 10. یعنی جور این کتابخونه نوشته شده که یک بار ترای میزنه برای انجام اون کاری که باید انجام بده. بنابراین دونه دونه اون عدد 23 43 10 توی آی ریخته میشه و بعد ما میتونیم روش اعمال کنیم. خب یادتون باشه که وقتی که فور نوشتین، یعنی نوشتین فور آی این لیست آف نامبر، دو نقطه رو گذاشتید، اینتر رو که میزنید باید روی خط نباشه، باید تب خورده باشه. یعنی اگر دیدید که وقتی اینتر رو میزنید حروف شما چسبیده به اون خط اول، یعنی اینکه تب نخورده و یعنی اینکه شما دو نقطه رو نزدید. اگر بعد از اون دو نقطه یه دونه اینتر بزنید، ناخودآگاه خودش یه دونه تب میخوره میاد پایین. یعنی این مهمه که جایگاه هاشون چطوری باشه. وقتی شما روی خط مینویسید انگار به فور اهمیت ندادید، وقتی که تب خورده یعنی شما درون فور دارید الان اطلاعاتتون رو مینویسید. خب حالا ما میتونیم با نوشتن کلمه پرینت مثلا آی اون اطلاعات رو دونه دونه نمایش بدیم یا ضرب در دوشون کنیم. ما تونستیم اون مقادیری که درونش بود رو ضرب در دو کنیم و دونه دونه به نمایش بذاریم. دوباره به همون صورت ما یک اسم جدید تعریف میکنیم، لیست آف نامبر، یه رنج عددی بهش میدیم. این بار یه مدل متفاوت میخوایم بگیم رنج اون عددی که هست 1 تا 10 هستش و کل اون رو اختصاص دادیم به یک اسم. و دوباره فورمون رو تعریف میکنیم، فور آی این رنج list of number، یعنی اون 1 تا 10 بالاییه. ببین ما میتونستیم همینجا هم بگیم 1 تا 10، خواستیم یه مدل متفاوت بگیم که شما با مثالهای متفاوتی آشنا بشید. حالا اون بالا تعریف کردیم که رنجمون 1 تا 10 هستش، ریخته شد داخل list of number، اومدیم پایین توی فور، گفتیم فور ما for in range، فور ما داخل اون s بالایی هستش، s بالایی هم که جلوش تعریف شده. حالا چیکار میکنیم؟ میگیم که بر ما پرینت کن برای مثال ستاره ضرب در آی. فقط فراموش نکنید که رنج رو پاک کنید. بر مثال بودش، خواستم بهتون بگم که اینجا هم میتونید رنج بذارید، ولی من خودم یادم رفت فراموش کردم که پاکش بکنم. شما این قسمت رنج رو پاک میکنید چون یک بار بالا رنج بهش دادید. فقط میگیم for i in list of number و یک بار لیست رو بیشتر تعریف نمیکنیم و بعد هم پرینتش میکنیم که ببینیم که چه اتفاقی میفته. بله میبینیم که به جای اون اعداد که باید 1 2 تا مثلا 10 نوشته بشه، به جای اونها داره ستاره برای ما گذاشته میشه. بریم سراغ مثال سوم. خب ما توی مثال آخر دیگه میخوایم برخلاف دو مدل قبلی که توی مدل اول لیست تعریف کردیم و بعد توی فور ازش استفاده کردیم، توی دومی هم به همون اسم اولمون رنج دادیم و توی فور ازش استفاده کردیم، توی مدل سوم میخوایم دیگه از قبل تعریفی نباشه و همون رنج رو درون همون فور استفاده کنیم که الان اینجا اون فور میاد 1 تا 10 رو تست میکنه. الان میتونیم مثلا یه مثال دیگه بزنیم، میگیم که if i، یعنی اون اعداد دونه دونه اگر بخش پذیر بودن بر 2. ببین برای اینکه اینو تعریف کنم بخش پذیر رو، میام میگم اون علامت درصد به معنی باقی مانده است توی برنامه‌نویسی، میگم که i درصد 2 مساوی با 0. و تو جلسات قبلی گفتیم که ما وقتی میخوایم عملگرهای آپریت رو انجام بدیم همه چیز دوبار انجام میشه، به علاوه بخوایم بکنیم به علاوه میشه یا مساوی میشه 2 تا مساوی.
اگر توی برنامه‌نویسی یک مقدار رو مساوی قرار بدید، یعنی میگه اون مقدار رو بذار توی اون مقدار، یعنی مثلا منظورش اینه که آ را بریز در بی، ولی وقتی دوتا مساوی میذاریم میگه این دوتا باید برابر باشن، یه جورایی شرط هستش. میگیم که آی باقی ماندهش به دو مساوی مساوی با صفر، یعنی آی باید بر دو بخش پذیر باشه. اگر بخش پذیر بود بیا مثلا آی رو برای ما چاپش کن. یا میتونیم به یه مدل دیگه تعریف کنیم، بیایم بگیم که خب من کامنت میذارم، داخل کامنت هم هر چی که دلم خواست میذارم، اون اندی که گذاشتم برای مثال هستش، میگم اند رو ضرب در آی کن، چی میشه؟ اون اعدادی که بخش پذیر بودن به جای اینکه عددشون چاپ بشه، برای من اون کاراکتری که تعریف کردم انده تعریف میشه. اگه 1 تا 100 بزنم رنجم رو، ببینم که همون اتفاق در بازه بیشتری برای من نمایش داده میشه. خب دیدیم که فور خیلی ساده است و هیچ چیز خاصی نداره، فقط کافیه که اون رنج یا اعداد و لیستتون رو بهش بدید و برای شما اونا رو تکرار میکنه و دونه دونه ترای میکنه، چکشون میکنه. فقط کافیه که فور رو زمانی استفاده کنیم که بخوام یک مقادیری رو، یک لیستی رو دونه دونه بررسی کنیم، یا مثلا یک اسمی رو، کاراکترهاش رو دونه دونه بررسی کنیم. کلا کاربرد فور اینه که برای شما یک حلقه ایجاد میکنه که دونه دونه ترای میزنه و با توجه به خلاقیتتون، با توجه به کدی که میخوام بنویسین استفاده میشه و چیز اصلا سختی هم نیستش. خیلی ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما یادتون نره که چنل سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم به اشتراک بذارید و نوتیفیکیشنشو آن کنید که تا ویدیو جدیدی براتون میذارم ازش باخبر باشید. خب تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.